سلام جناب، این خط رو میشناسیم؟ این زنگ زدی تیر خورد کشمش تو سرش زنده نمیدونم بیهوش نفس این که درست به همه گی بچه این ویدیو مثل ویدیوهای قبلی اصلا انرژی زیادی توش نیست و من نایاکم و امروز اومدیم یه سفر کوچولو به ایران خودمون داشته باشیم، به خیابونای خودمون سری بزنیم به توییتر و با هم دیگه چند تا از توییتای شما رو بخونیم راجع به این چند وقت اخیر و دوباره تسلیت میگم به کسایی که تو این را جونشون رو دادن، از زندگیشون گذشتن، به کسایی که داغ بچه دیدن، به کسایی که دختراشون پسراشون از دست دادن. امیدوارم به چیزی که حقمون رو برسیم. بیشتر از این صحبت نمی کنم، بریم ادامه ویدیو رو با هم دیگه داشته باشیم. آزادی قرعه ماست، مهره ای نداری مهره بساز، رو کرده ما قدرت تاست، مردم این سری نوبت ماست، جیره خارای مزدور رو بگاه، میگیرتشون نفرین یا حکومتی این ورو نگاه، لا اله الا الله. بچه بریم سراغ توییت اول. دیگه بدون شعار میرم تو خیابون، نه تو کوه جنگل. واقعا نمیدونم برای این توییت خوشحال بشم، ناراحت بشم، تاسف بخورم. فقط صرفا اینو میگم که ما چیزی نمیخوایم به جز آزادیمون، به جز اینکه مثل کل دنیا زندگی کنیم، یه چیز طبیعی، یه چیز نرمال. یه تقریبا تاریخچه‌ای رو بذارید براتون تعریف کنم راجع به قدیما سمت غرب کشور. میریم سراغ قوم بختیاری. بختیاری ها به خانوما یا دخترایی که موهاشون از دو طرف میبافن و رو به پایین میارن، به اون موها میگن ترنه. همینقدر قشنگ، همینقدر زیبا. قبلنها وقتی بین دوتا قوم دعوا می شده، چه می دونم لشکرکشی می شده، خب در طی تاریخ ما جنگ های زیادی داشتیم، خانوما بلند می شدن بین این دوتا قوم، ترنه هاشون رو باز می کردن و به حرمت اون ترنه ها دعوا سر هر چی که بود تموم می شد. یعنی در اصل به حرمت موی یک زن. هر چیز دیگه کس سمت غرب کشور که بیای، ما لکا، لورا، کردا، بختیاریا، اینجوریه که به موهای مادرمون قسم میخوریم که معادل فارسیش میشه قسم به موی مادرم. پس منی که به موی مادرم دارم قسم میخورم، هیچ وقت با دیدن موی یک زن تحریک نمیشم. بریم توییت بعدی. این آقا فکر کنم حرف دل هممونو میزنه، میگه که هر جا رو نگاه میکنی حال هیچ کس خوب نیست. انگار هممون تو سکانس غمگین زندگی گیر کردیم. برادر من مهبانگ اسیری، اگه درست خونده باشم، داداش من، به قول خودت یه سکانس غمگینه که گیر کردیم و مطمئن باشین سکانس غمگین به پایان میرسه، یعنی خود ما مردم به پایانش میرسونیم. اگه جایی به بعد یه سکانس غمگین به هر حال تکراری میشه، باید عوضش کرد. ما به دنیا نیومدیم که بخوایم کل عمرمونو به قول توی یه سکانس غمگین بگذرونیم. علی باز دمت گرم، جمله خیلی قشنگی بود. بریم کامنت بعدی. خب یه توییت دیگه داریم از یه خانم هنرمند. امشب خبر رسید که دوتا از فیلمایی که توشون بازی داشتم از جشنواره فیلم کوتاه تهران انصراف دادن. 14 ماه زحمت دو گروه حرفه‌ای، فدای یک تارموی مهسا امینی، فدای خنده‌های نیکا شاکرمی، فدای چشم‌های سارینا اسماعیل زاده، فدای یک ثانیه آزادی وطنم. و عکسی که پایینش می‌بینید واقعا خیلی دردناکه. 39 جشنواره فیلم کوتاه تهران. چیز این وسط بگم که این وسط بچه ها چیزی که خیلی نمیگم نادیده گرفته شد، ولی بذارید اینم بگم که
واقعا فقط خانوما نبودن، بلکه آقایون زیادی هم تو این راه کشته شدن و اسمی ازشون معمولا نمیاد. نه تنها آقا و خانوم، نه تنها ده هشتادی ها، ده هفتادی ها، شصتی ها، پنجایی ها، ده های مختلفی بودن که ما خیلی محدود بهشون داریم میپردازیم. واقعا به نظرم این اتحاد همدلی خیلی قشنگه و امیدوارم که به نتیجه‌ای که دلمون میخواد برسیم. راجب کامنت فقط میتونم بگم که راجب توییتی که زده شده، توی دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که واقعا نمیدونم از کجا شد چیش صحبت کنم، ولی فقط اینو میتونم بگم که با امید اینکه آزادانه هنرمنده کشورمون، مردم عادی، دانش آموزا، نخبه ها، تمام کسایی که اینجان دیگه به جای فرار مغز ها ورود مغز ها بکنن به ایران، تمام کسایی که به خاطر هنرشون، به خاطر آزادیشون، به خاطر هر دلیلی از ایران رفتن، این سری ورود مغز ها کنن و برگردن و ما همشون توی کشور خودمون داشته باشیم. بازم میگم با امید آزادی، همدلی، یک پارچگی، با امید خنده زیبا از ته دل برای همتون. بریم توییت بعدی. ایشون توییت زدن که هشتگ زدن ما برای رکورد زدن نیست، برای نشون دادن استمرار و اعتراضمونه. با من 5 تا هشتگ بزن و اگه درست بخونم ریت کن تا برسیم به ترند جهانی. راست میگه، خیلی بلند شدن گفتن که کسایی که هشتک میزنن تو تومیلاشون از همچون چیزایی استفاده میکنن فقط به خاطر ویو گرفتن و درآمدزایی. و بذارید یکم غیر مؤدبانه برخورد کنیم. آخه پوفیوس کی از خونه هموطن خودش پول در میاره؟ از چی داری صحبت میکنی؟ اینکه جنابالی این کارو نمی کنی، جرأتشو نداری، دلیل نمیشه بیای کسایی هم که تو این راه دارن جلو میرن و به چه میدونم یه مشت آدم پولی تشبیه کنی. خب بچه، به انتهای ویدیو رسیدیم. حرفی نمیمونه، سخنی نمیمونه. فقط امیدوارم هر جا که هستید، هر جوری که هستید، در امان باشید. نمیتونم بگم که شاد باشی، چون واقعا الان هیچ کس شاد نیست، ولی با امید روزی که شادی تک به تکتون رو ببینم. به شدت از خودتون مراقبت کنید، از خودتون، عزیزاتون، و تا ویدیوی بعدی شما رو به خود بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. شون نفرینه یا حکومتی این برو نگاه، لا اله الا الله، توپ سنگ کلتت برو گفت خشابا پر دستا کوکتل مولوتوف، قوی عشق نریز یا رئیس ما ایم.